خب من حالا استایل این پینت رو از اینجا تغییر میدم به یه چیزی شبیه مثلا این. یه نکته جالب دیگه ای که توی موشن وجود داره اینی که پینت استروک های شما هم 3D هن. من اگر اینجا یه دوربین به تصویر اضافه کنم، شما میبینین که میگه میخوای چیزهایی که داری سویچ کنی به 3D یا 2D به اونم. من میگم سویچش کن به 3D. حالا من اگر بیام اینجا و دوربینم رو تکون بدم، شما میبینید که حجم اشکال من مشخص میشه و یه لایه تخت 2D نیست. نکته هم که توی قسمت قبل با هم دیدیم که همون ادیتیو کالر بود توی شیپ استایل، اینجا خیلی بیشتر خودش نشون میده. من اگه وردارم ادیتیو بلند رو، شما میبینید که خیلی بیروح‌تر میشه تصویر. و اگه اسپیسینگ رو یه خورده کمتر کنم، شما میبینید که بیشتر میشن جاهایی که نورانی ترن. خب میایم به قسمت استروک. استروک شما توانایی خیلی زیادی داره، شاید بگم قابلیت، توانایی که خب نمیشه گفت، قابلیت های خیلی زیادی داره و شما خیلی گستره زیادی از کارها رو میتونید باش انجام بدید. اجازه بدید من اینو تبدیلش کنم به یه چیز ساده تر، مثلا همین بیسیک ایر براش، و دوربینمون حذف کنیم که از حالت 3D بیایم بیرون. شما توی استروک اولین عنوانی که دارین اینی که از خود رنگ این براش کالر استفاده کنه، یا یعنی که شما براش یه رنگی رو تعیین کنید. شما میتونید بگید که مثلا شروع استروک من color over stroke میگه شروعش با یه رنگ باشه تا میاد که تموم میشه به یه رنگ دیگه تموم بشه. مثلا شما اگر تغییری هم توی این استروک بدید و توی این خط یه تغییری ایجاد کنید، به طور مثال یه همچین کاری بکنید، شما میبینید که این اتفاق توش حفظ میشه و اگر فرضاً من این نقطه رو به پایین تر بیارم قرمزتر میشه، بالاتر ببرم بنفشتر میشه و شروع و پایان به این صورته. شما اگه بخواید میتونید یه گرادیان دلخواه واسش درست بکنید، مثلا شروعش با سفید باشه، پایانش با قرمز باشه و توی اواسطش هم یه زردی داشته باشیم، مثلا شعله تقریبا، البته شعله که خب خیلی هم شبیه نیست. ولی حالا نکته دیگه که دارید شما اینجا به غیر از این گرادیان اینه که شما میتونید بگید پیک فرام کالر رنج. پیک فرام کالر رنج رو اگر براش انتخاب بکنید، از بین رنج رنگ هایی که اینجا انتخاب کردید به صورت رندوم خودش یه رنگ برای استروک انتخاب میکنه. به همین خاطر چون رندومه شما کنترل خیلی زیادی روش ندارید، مگر اینکه مثلا بیام من بگم فرضاً قرمز رو حذف کنم و رنگ هام بین زرد و سفید باشن که یه خورده بیشتر با هم هارمونی داشته باشن. اما قسمت بالای این تصویر چی کار میکنه؟ قسمت پایینش رو که خب دیدیم رنگ رو تغییر میده. قسمت بالا اوپاسیتی هست. اگر من بیام اینجا کالر اوور استروک بکنم، شاید یه خورده دیدنش راحت تر باشه. این یکی هم یه رنگ یه ذره تیزتری انتخاب بکنم مثل قرمز. شما اگر بیایید اینجا یه دونه مربع ایجاد بکنید، مربع رنگی، و روش رایت کلیک بکنید، میتونید اوپاسیتیش رو تعیین بکنید. مثلا اگر من سفید بذارم خیلی اوپاسیتیش زیاد میشه، همونجور که شما اینجا میبینید، و اگر سیاه‌ترش بکنم اوپاسیتیش کم میشه. خب شاید خیلی الان واضح نباشه، اجازه بدید من پشتش یه چیزی بکشم با این مربع و بیارمش زیر این مربع رو. الان شما اگر این استروک رو من انتخاب بکنم، قطعا میبینید که خیلی این اتفاق واضح تر میشه. من الان اپاسیتیش رو کم میکنم یا زیاد میکنم. پس قسمت بالا برای اپاسیتی. اگر شما بخواین انتهای یه استروک فید خیلی نرمی داشته باشید و ابتداش هم همینطور، میتونید از این تکنیک استفاده بکنید. برای حذف کردن هر کدوم از این مربع ها شما فقط کافی اونها رو
کلیک بکنید و درگ بکنید به خورده بالاتر، پوف اینجوری چیز میکنن و بمیرن. خب نکته دیگه ای که اینجا وجود داره این لوکیشنی که شما اینجا دارید، دقیقا این که با دست بگیرید این رو تکون بدید. اینترپولیشن هم تبدیل این رنگ به این رنگ و نرمی اونه. کانتینیوس خیلی نرمه، لینیر خشکتره. البته شاید بین این دوتا خیلی مشخص نشه، مگه تیرش بکنم شاید یه ذره واضح تر باشه. و کانستنت هم که ثابته به یه شکله. باز بنا به پروژهتون خب اون چیزی که خودتون دوست دارید انتخاب بکنید. کالر رپتیشن شما برای شرایطی که شما میخواید بگید شروع و پایان استروک من این رنگ و این رنگ نباشن، مثلا یک سوم استروک من از اینجا تا اینجا باشه، دوباره تکرار بشه، دوباره تکرار بشه، مثلا اینجا زرد باشه، اینجا قرمز. اجازه بدید من رنگ زرد رو از پشتش حذف بکنم، یه ذره چشمو اذیت میکنه. به جای اینکه شما مثلا بیایید اینجا این قرمز رو انتخاب بکنید، بیایید یه دونه دوباره مثلا کرم یا زرد درست بکنید، اینجا بذارید، دوباره یه دونه قرمز اینجا بذارید، و حالا الاخر شما میتونید با یه گرادیان و استفاده از کالر رپتیشن این کار رو انجام بدید. هر چقدر شما این عدد رو بالاتر ببرید، تکرار این گرادیانی که این بالا انتخاب کردید بیشتر میشه، همونطور که شما اینجا میبینید. نکته جالب اینه که تمام عنوانهایی که اینجا شما دارید قابل انیمه هستن و شما مثلا میتونید بگید اول فریمم اینجا کالر رپتیشن من صفر باشه و بعد از مثلا 50 فریم که تقریبا 2 ثانیه است، دقیقاً 2 ثانیه است، کالر رپتیشن من 5 باشه، یعنی 5 بار تکرار شده باشه. و حالا اگه ما با هم ببینیم یه همچین اتفاقی میفته. باز مثل سری قبل اگه شما بخواید میتونید اینو اوور راید بکنید، حداقل و حد اکثر اسلایدر درست 5، ولی شما میتونید مثلا اینجا 15 بزنید. باز بنا به میل خودتون میتونید اینها رو تغییر بدید. چند تا نکته خیلی جالب از اسپیسینگ اوور استروک هست تا جیتر اوور استروک که این قسمت ها رو به دلیل اینکه یه مقدار حجم زیادی دارن توی قسمت بعد با هم میبینیم.